من نیوشا مدبر هستم، به کانال من خیلی خیلی خوش اومدین. البته به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. گرمای استانبول شروع شده ولی باد داره میاد. این بادی که میاد حداقل باعث میشه که کمتر گرممون بشه. در حال حاضر دمای هوا 27 درجه است ولی تا 2-3 ساعت دیگه به 31 درجه هم میرسه. پس مطمئن باشی که ما تا 2-3 ساعت دیگه اگه بیرون باشیم پخته خواهیم شد. ببین هوای استانبول یه جوریه، گرماش خیلی دیگه گرم میشه به خاطر رطوبتیه که داره. به خاطر همین چیز دیگه مقدار اگه این بادی که میاد نباشه خیلی آزاردهنده میشه. حالا من الان راه افتادم، امروز یک شنبه است و روز تعطیلیه. البته که ما مدتیه که تعطیل شدیم، از وقتی که مصطفی تعطیل شده دیگه ما تعطیلی میشموریم همه روزا رو دیگه. الانم دارم میرم سمت خونه مهناز، چون به شما قول داده بودم که خونه مهناز برم و براتون کیک شیشه ای درست کنه. تفلی مهناز بهش گفتم که آره من قبل از اینکه سفرمو شروع کنم و اینا میخوام در واقع یک شنبه بیام تو رو ببینم. با الا بلا نیوشا باید من یه غذای ایرانی درست کنم، تو بیای خونه ما و غذای ایرانی بخوری. تو خونه خودتون غذای ایرانی درست نمی کنی به خاطر مصطفی، من درست میکنم، بیا اینجا با هم دیگه بخوریم. گفتم که باشه و اینا. خلاصه 300 از من پرسید که چی دوست داری چی دوست نداری. فکر کن مثلا تو کشور غریب باشی با یکی بود بگه خب غذای ایرانی چی میل داری عزیزم، من همونو درست کنم. با من اینجا بودم قرمه سبزی. بعد گفتش که من قرمه سبزی درست میکنم، تو بیا اینجا قرمه سبزی بزن به بدن، بعد با من همراه باشین دیگه، با من همراه باشین. الان هم اینقدر سربالایی اومدم نفسم بند اومد، بزن بشم. ببین با خودم داشتم فکر میکردم که خدایا آخه من وقتی از اتوبوس پیاده شم چجوری 20 دقیقه 25 دقیقه راه برم تا خونه مهناز، ای خدا چرا من. بعد یهو یه فکر بکر به سرم زد. کلا میگن راه حل مشکلات و تنبلا زودتر میتونم پیدا کنم. حالا نمیخوام بگم من تنبلم، واقعا تنبل نیستم، ولی خب چیز دیگه دلم نمیخواست تو آفتاب پیاده روی کنم، خیلی آفتاب بدیه گرمه. بعد هی فکرمو به کار انداختم یه راهی پیدا کنم برای خونه مهناز رفتن که راحت باشه و گرما نکشم دیگه. یهو به ذهنم رسید که یه ایستگاه جلوتر برم با اتوبوس پیاده شم، بعد با مترو برگردم برم یه ایستگاه عقبتر و اینا. خلاصه که از این زیر اومدم، هوا خنک بود و خیلی کیف کردم. الانم اینجا ایستگاهی که مترو در واقع پیاده شدم تا دم خونه مهناز 5 دقیقه هم نیست. اینقدر خوشحالم گفتم اینو حتما براتون بگم که خیلی 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 خوشحالم، خیلی 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 خوشحالم. چیکو باز من اومدم خونه شما، باز تو منو دوست نداری؟ بازم ببین مهناز چه کرده. مهناز خوش اومدی عشقم، قربونت برم. ببین مهناز چه کرده. من نون درست کنم برای تهدید کنم. دروغ میگی نون درست کردی تهدید درست کنی؟ الهی نون لباش درست کردم چون تهدید میخواستم نونی بشه. تهدید سرزمینی با این خوشمزه نمیشه. آره تهدید نونی خیلی خوبه. چه ترشیه خفنی داداش، ولمون کن دیگه، ولمون کن چیکو. الان بوی قرمه سبزی داره میاد. قرمه سبزی باورم نمیشه چه بویی هم داره. قرمه سبزی با سبزی سالاد رو ببین. با سبزی شمال تا حالا خوردی؟ با چی؟ با سبزی شمال؟ سبزی معطر شمال. از شمال یعنی از ایران رو بود سبزی؟ من میگم چه عطری این داره. این سبزی ها تو دو تا ماه از سال فقط میتونی پیدا کنی. اسمشون رو دقیق نمیدونم، مثلا چوچاق و اینجور چیزا اسمشونه. شهریور هست و فکر میکنم اوایل
دی بهمن مثلا اواخر دی اوایل بهمن تو اون تایم سبزی ها رو بگیری خوش طعم چقدر عطروبو داره فرقش چجوریه دست درد نکنه ها دستو غذای ایرانی من برم دستامو بشورم بیا قرمه سبزی بخورم بابا با. مزهش به این آخه تعدی که اینجوری بخوری نه بشین مگه معلوم به جایزه ندادم غذا تو کامل بخور به جایزه بده خب چیکار فقط منتظر این که یکی بهش جایزه بده این بابا ما همچنان در بالکن سپری میکنیم آه خاک اینا رو همه رو عوض کردم خاک اینا رو؟ دادم خوشگل شدن این گلا برای این گلدون خریدم خاکش رو عوض کردم کدوم؟ این دیگه خیلی گلدونش کوچیک شده بود این شکل برگ اینا همه فلفل صورتی رو زرد میده این شکل برگ فلفل نمیدونم اسمشون چیه من دونه‌هاشو تو رفته بودم جزیره بعد دونه ها رو از اونجا چیدم خب اینا توی فصل فهمیدم اینا گل لاله عباسیه دونه های سیاه داره نه آفرین اونا گل لاله عباسیه از اونا چیدم آوردم کاشتم اینم چیزش رو عوض کردم این چقدر خاکش رو عوض کردم یه او پر شد آخه کدوم اینا داشت اینم آلووراته آره لاله عباسی خیلی این چه رنگیه؟ زرد و سرخ من بچه بودم میرفتیم شمال بعد من این گلای لاله عباسی مخصوصا رنگ بنفش اونجا خیلی زیاده بعد این تخمای سیاهشو در میامدم یه مش جمع میکردم این مریضا بعد میریختم تو جیبم مثلا میرفتم مثلا اینا رو بکارم ولی هیچ وقت در زندگی اینایی که جمع کردم و نرفتم بکارم چرا؟ کرم اینو داشتم که برم اینا رو جمع کنم نمیدونم این دنبال چی رفت کنونتر محلو آره بعد خیلی جالب بود همیشه عادت داشتم که مش مش من اینا رو جمع کنم برای همین تا برگردیدم گفتی تخم سیاه داره فهمیدم چیه خیلی هم خوشگلن خیلی میریم برای پخت کیک شیشه‌ای که شما خیلی خواستار درست کردنش بودین بیاین تا مهناز بهتون یاد بده بفرمایین تو قابلمه نصف شیشه‌مون که داخل در واقع آب میخواییم بذاریم آب میریزیم این حرکت اوله ولی روشن نمی کنیم ولی زیرش رو روشن نمی کنیم حالا چی کار میکنیم؟ دو قاشق آرد بله دو قاشق آرد رو علک میکنیم توی شیشه تو شیشه همه رو تو شیشه انجام میکنم خیلی راحتیه خیلی هم خوشمزه میشه اون سری درست کرده بودی آره چیزی بدمزه نمیدم که عشقم میدونم تو چیزایی میدی که قشن من حسابی وقتی میخورم تقصیر خواهد تو دیگه تو گروه چیز میز ننه نیست من هم برای چیزای درست نکنم چاق بشم چله بشم بعد بیام تو منو بخور یعنی چیز بود دو پیمانه شکر دو پیمانه شکر به شیشمون اضافه میکنیم اصولا من خودم اصلا یه پیمانه میلیسم یه دونه تخم مرغ افتاد؟ نه یه ذره سفیدش زد بیرون و این دفعه میخوام کاکائو درست کنم یه مقدار کاکائو میتونینم نزنین درسته؟ میتونی نزنی ولی خب من گفتم میزنی یه ذره چیزش و اسم این چیه؟ بیکینگ پودر تقریبا یه قاشق مربا خوری یه قاشق مربا خوری آره مثل مهناز چشمی میریزه آره دیگه آره من چشمی وانیل مثلا نصف قاشق چای خوری طوری همه رو اینطوری توی این شیشه همچنان داریم میریزیم دو قاشق شیر دو قاشق برای اینکه یادتون بمونه جز تخم مرغ یه دونه است بقیه چیزا دو قاشقه
چی؟ دو قاشق روغن؟ آره گفتم که همه چی دوتا دوتاست؟ فقط تخمه مرغی شد؟ که فرمولش هم دادی دیگه، همه چی دوتا دوتا، تخمه مرغ یه دونه. درشو بستیم و تکون میدیم. تکون بده خودتو، تکون بده، تکون بده خودتو، تکون بده. دانانا آها میتوننم با همزن در واقع این کار رو انجام بدن. دست یه کوچیک البته بزنم. آره با همزن دستی کوچیک هم میشه انجام داد. و تموم شد. خب یه کاغذ روغنی رو میذاریم توی این. کاغذ روغنی رو درش کیپ آره، میکنی؟ آره در نمیذاری، چون اگه در بذاری چیزش میتره که؟ نه شفت طوری میشه. میذاری اینجا، میخواین دیگه شروع کنید به کار، زیرش روشن زیرش روشن میکنی. هیچ وقت زودتر چیز نکنید. اول با حرارت بالا. چند دقیقه باید بمونه؟ دیگه هلوهاش 20 دقیقه. درش هم میذاریم دیگه، درش هم میذاریم. هلوهاش 20 دقیقه. 20 دقیقه؟ نه آره، بعد به خاطر اینکه بدونی درست شده نه، بعد تا 20 دقیقه درشو بر نمیداری، ولی بعد از 20 دقیقه با خردندون نگاه میکنی، اگر که وقتی فرو میکنی چیزی بهش نشسبیده یعنی درست شده. همین چه باحال، خیلی ساده و خیلی خوشمزه بود. یعنی کیک باحالی میشه، مثلا حتی میشه اینو درست کرد روش خامه اینا ریخ مثلا اگه یکی آره بخواد. آره من یه دفعه درست کردم و شکلات تلخ آب کردم ریختم روش، بعد مثلا از این چیزه جینگی نمیده هم مثلا اینجور رنگی تنگی آره مثلا از این شکلات های تحتیه کوچیک. آره آره میشه مثلا اینجا تعظیم کنی مهمون داشته باشی. آره خوب میشه. آره به نظرم میخوای اون کارم بعد انجام بدیم اگر؟ نه بابا ما ساده شو بخوریم چاق نشیم. ظاهرن امروز هدف نداره منو چاق کنه من. یا قبلش چون کرمه رو ریخته قرمه سبزی پر روغن و اینا داده دیگه خیالش راحته. هرسی که باید بود خالی شد. الان دیگه مهم نیست بخوری بخوره نخوره، اصلا این خود در بیاد نیاد. قشنگ بهت روغن و همه چی بهش دادم. چه دوست شیرینی دارم. آخ خدا اصلت بیا دیگه باش حال کن. نه بذار دو ستاش کنم. ببین این آخرین قسمت جوایزته. اونها بیا یه دونه دیگه تموم. ببین بیتی گیتی. سگای کوچیک به نظر من چون نسبت به سگای بزرگ حسن جسته شونم کوچیک تره بونا، هم سکی هم دیگه دیشن مینیاتوری هم. آره اونا حس حمایت دارن. در جریان هاچیکو رو شنیدی؟ نه. سگه بود تو آمریکا. نه. مرد پیداش میکنه بزرگش میکنه، بعد وقتی که میمیره چون هر روز سگه میرفته دم قطار دنبال مرده یادته، بعد دیگه مجسمش رو ساختم، مرده برنمی سکته میکنه میمیره، سگه 10 سال 11 سال منتظرش میشینه که اون بیاد، بعد دیگه همونجا میمیره. چند وقت پیش خواهرم تعریف میکرد، گفت یه مردی تو خیابون یه سگی مثل که بهش ماشین زده بود و اینا، اینو پیداش میکنه و بزرگش میکنه. بعد وقتی که طرف خودش میمیره سگه هنوز که هنوزه، شاید بگم از جرنه که تعریف کرده 2 ساله میگذره، میگه هنوز میره چیز، هنوز تو همون بالا سر قبر نشسته ایلو. همونجا براش غذا میبره، از اونجا میگه تکون نمیخوره. و نمیدونم اصلا چه احساسی الان دارن، بوی صاحبشو میفهمه. اونی پیچیده ای دارن نمیدونم چه جوریه، ولی هنوز میگه اونجا نشسته، مردم براش غذا میبرن، براش جا درست کردن، زمستون سرد میشه آخه. چون میدونن دیگه از رو تکون نمیخوره آخه. اما این چیکو من اگه بمیرم میگه اول تشویقیمو بده. تشویقیمو ندادی. تشویقیمو ندادی مردی. این چرا بخیره که تشویقیمو بده مرد. اتفاقا چند روز پیش بود توی اینستاگرام داشتم میچرخیدم تو اکسپلورر یه ویدیو دیدم، یه سگی یادم هم نیست تو کدوم کشور بود، از همین سگای بزرگ بود، صاحبش مثل که فوت کرده بود، بعد این سالیان سال با صاحبش سوار یه متروی خاصی از یه ایستگاه متروی سوار می شده
هر روز میرفته اون و منتظر صاحبش پای میسته دو با هم میگشتن و دوباره بر میگشتن. ساعت نمیدم مثلا رأس ساعت 10 صبح حالا مثلا میگم. بعد این دقیقا همون ساعتی که با صاحبش میرفته میاد میره سوار همون مترو میشه، صاحبه دیگه مرده نیستش، ولی این میره همون مسیر رو گشت و گذارش هم میکنه، دوباره برمیگرده میاد. یعنی اینقدر این وفادار مونده به صاحبش و اینقدر عادت کرده به این موضوع. شاید مثلا برگرده، شاید برگرده، شاید دنبالش مثلا میگرده توی این فاصله. خیلی جالب بود که وقتی سوار مترو میشد آدمان دیگه با این خو گرفته بودن، نه کسی از این میترس، همه بهش جا میدادن که بیاد تا بشینه، میشست وسط مترو تا بره اون ایستگاه مورد نظرش پیاده شه. خیلی جالب بود. حالا اگه کسی یادش اومد این کدوم کشور بود و اینا برام بنویسه، چون من توی اینستاگرام دیدم یادم نمونده اصلا کدوم کشور بود. خیلی چیز جالبی به نظرم اومد و قشنگ بود، حس قشنگی بهم داد. میدونی میریم ببینیم کیکمون در چه وضعیتی قرار گرفته و الان تست تست کردیم، خلال دندون زدیم داخلش، دیدیم که هنوز نپخته، همچنان به جوشه کیک. آره دیگه درست شد، درست شد. یه بار نخ دندون بزن، خلال دندون بزن. اینجوری وقتی هیچی بهش نمیچسبه یعنی که پخته کیکتون. کیکمون آماده است، بریم نیوشا بخوریم، ویسکی به اضافه بس به حق پنجتن یا آل عبا بدم نیوشا چاخشه. آقا بیسمیم شیشه کوچیک نداشتم. ولی عجب بویی داره. به به نیوشو بخور، یه قاشق بده، یه چایی بدم به ولی قاشق نه، ولی چایی باید بریزم. یه چایی، قهوه، این تنها که نمیخوام قربونت برم جون نداری. وای خدا، بیا ببینیم کیک چی شده. تو قاشقو بزن داخلش. او به به، ببین چه بافتی داره. به به، خیلی خوبه. پنبه یه پنبه، من حالا کاکاو دوست ندارم ولی تو بخور، تو بخور، شاید تو سم ریخته باشم، بخور. آی داغه. مزه شعالیه. بچه ها اگه چیزی پیدا کردی که بتونم نیوشا رو باش چاخ کنن زیر همین کامنت کنی. این قصد داره منو خیلی جا کنه. نمیتونه هم رفت دوربین دسته، ویدیو میگیره از من با یه دستش هم داره کیک میخوره. بعد یه دیدم ویدیو داره اینجا میگفتم چی میگیری، خب من که این بالا هم. آقا چشم رفت دنباله اون، بزن برم یه قهوه درست کنم. وایستا، من پیشنهاد میکنم که این کیک رو حتما درست کنین به همین راحتی و خوشمزگی. آفیت اولسون. بچه ها ما کیکمونو اینجوری توی بشقاب گذاشتیم، با قاشق دربردیم، منتظریم سرد بشه، چاییمونم ریختیم و نه ولی خوب شده پنبه. آره خیلی خوب شده. من کاکاو زیاد دوست ندارم ولی میخورم نه، خیلی خوب شده. آقا این کیک به نظر من جز کیک های خیلی راحت و خوشمزه است که خیلی از شما دوستان، من یه بار مهناز برام درست کرده بود، گفتیم که در دستور پختش رو براتون بذاره و من گفتم که یه روز ولاد میگیرم یا خونه مهناز درست کنه و ببین. الان اینجا کامل توی این ولاد پخت و پزش رو توضیح داد، برین درست کنین، مخصوصا مجردا. مجردا مثل من مثلا، من مجردم انگار، مخصوصا تنبلا. بدون نیاز به فر و همزن راحت میتونی انجامش بدی. یعنی خیلی خوشمزه شده، اگه بخواین هر چیزی هم میتونید روش اضافه کنید دیگه، به نظرم عالیه. ما رفتیم وارد فروشگاهی که دیدین شدیم، فروشگاهش اسمش تدیه.
توضیحشو میگم مهناز بهتون بده. کلا قیمت اجناسی که توی این فروشگاه قرار داره خیلی 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 مناسبه و کیفیتاش هم خیلی خوبه. یعنی مثلا چیزای دم دستی و این چیزاتون رو خیلی میتونید از اینجا. دیدی که مثلا تو جواهره خیلی بزرگتره، این کوچیکه. من یه بار داشتم خرید میکردم لباس زیر زمینی دکتر سیکرت دیدم اون توه. بعد از خانمو پرسیدم این واقع مثلا فیکه یا، گفت نه بعضی برندها که تقریبا همه شاید برندها وقتی که از وایس اینجا من نوم بگیرم تو ادامه بلاگو توضیح بده. میدونی چی شد؟ من نونوایی لواش دیدم، این ندید پدیده حمله کردم اول نون بخورم. این آخه این نونو رو دستیم بهشون. آره من ندیده بودم، داشتن با دست قشنگ این نون لواش ایران درست میکردن، خیلی خلاصه که من رفتم نون بخورم. برای همین صحبتمون نصفمون داشتیم در مورد این تدی توضیح میدادیم. میدونی چه جوریه اینجا؟ اینجوریه که در واقع لباس ها یا چیزایی که اونجا خرید میکنین مارکاشو بریدن و دیده نمیشه که چه مارکی رو دارین میخرین، یعنی چه مارکی بوده. اینو میرون از انبار برند ها خرید میکنن. دقیقا میگم یه دفعه من خرید کردم دیدم مارک ویکتور سیکرته. دقیقا گفتم این فیکه، گفت نه فیک نیست. تو انبار وقتی اجناس میمونه دو سال سه سال دیگه فروش نمیره، یا اون دوره مودش تموم میشه میارن مثلا میارن اینا میخرن. آره یعنی تقریبا 90 درصد. منم بلد نبودم، یه دونه دیدم که شعبش کنار خونه مهنازیناست و خیلی دیدم چیزای باحالی داره، گفتم برای شما هم ویدیو بگیرم. خب به هر حال یه اطلاعاتیه دیگه به شما هم داده باشم که اگه اومدین اینجا میتونید از شعب مختلفه مثلا این تدی برید خرید کنید و قیمت های مناسب. آره حالا این دم خونه شما، ولی شعبه های مختلفش همه جون نون لواشی ندارن. ولی شعبه دم خونه ما این نون لواشی. آره بوی نون لواش داره منو مست میکنه. ای خدا ای خدا خدا شاترمون اینجاست خودش. من خود هستم وقتی میخرم اینا یه دونش کامل میخورم. به هم مدت هاست نرفتم رفتم. من الان زیاد نخریدم که، برای همین من رفتم سه تا دونه خریدم. گفتم که سه تاش بزرگه اینا. آره ولی خب گفتم بیشتر بگیرم چون من تا حدود زیادی یعنی تا جایی که بتونم کربوهیدرات نمیخورم، ولی یه وقتی هست دیگه نون میبینی. من میخورم ولی خب مثلا سعیمو میکنم که خیلی کم بخورم. میکنم. چرا اینقدر پس اسم نون رو جلو من میاری؟ نون 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 من هنان اسمی به هم دوست کیفت برمیدارم. بسیار دو من از هر چی بگذرم از بخورم. آقا بچه ها مهناز رو خف کردن چیکو رو ناز و نوازش کنه. حالا بچه خودش صدا کرده، خودش هم میترسه میگه آبلا میشه من مثلا سگتو ناز کنم؟ بعد رفتیم پیشش بعد میگه آبلا اینو ببرم من میترسم. چرا صدا میکنی؟ ما هی دیدیم این اسم این چیه؟ قلاده؟ ما هی دیدیم قلاده چیکو داره دور پامون اینجوری میچرخه، بعد نگو که به این پت شاپیه رسیده بودیم. بریم تو دیگه چی می‌خواستم بگم جایزه بخره. از صبح جایزه کم خورده آخه دوستمون. این فکر کنم دل لطف می‌کنه با ما میاد بیرون با ما. آره جایزه شاله. من از مهناز جدا شدم، الانم دم خونمونم. یعنی با مهناز یه سری کار داشتیم دوباره طبق معمول. ما به هم دیگه رسیده بودیم، رفتیم بیرون و یه سری چرخ زدیم و یه سری کارهای عقب افتاده از قبل قرار گذاشته بودیم انجام بدیم و انجام دادیم. دیروز پریروز به مصطفی گفتم وای من دلم اینقدر توت میخواد و اصلا فکر نمیکردم امروز توت تو مسیرم ببینم و بتونم توت بخرم. یه مقدار توت و توت فرنگی و گیلاس و اینا خریدم. خیلی در واقع یه جا بود که معلوم بود از باغ خودشون چیدن و آوردن، این وانتیا هستن، اون مدلی بود میفروخ، منم ازش گرفتم. بعد همین دیگه، حالا الان نزدیک خونم و برم کارای دیگه ما انجام بدم به خاطر اینکه چند روز دیگه ما مسافریم و داریم میریم یه جایی. برم خونه برسم و ببینم که کارای عقب افتادم چی انجام بدم و ولاگامو ادیت کنم و این کارا رو انجام بدم و خلاصه با من همراه باشین و
مرسی از این که با من همراه هستید، مرسی از حضورتون توی صفحه من و لایک کامنت ساب یادتون نره. خیلی 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 دوستتون دارم. لوف یو همتون و بای بای.